قرآن بخوان و راه خدا را نشان بده. قرآن بخوان و راه خدا را نشان بده، توحید را نشان زمین و زمان بده. قرآن بخوان و با نفس آسمانیت این مرده های روی زمین را تکان بده. مکه گرفته بوی خدا از دعای تو، پیچیده در زمان همیشه صدای تو. پایین بیاز کوه، پایین بیاز کوه که دخیلی بیاورند دست توسل همگان بر عبای تو. امشب فرشتگان همه پرواز می کنند، امشب فرشتگان همه پرواز می کنند اطراف آستانه غار حرای تو. احمد شدی، کتاب شدی، مصطفی شدی، حالا تو برگزیده راه خدا شدی. سلام و عرض ادب، درود و احترام تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم و عرض تبریک ویژه به مناسبت مبعث پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به برنامه خودتان برنامه روشنا بسیار خوش آمدید عزیزان و بزرگواران. در این ایام بسیار زیبای مبعث پیامبر اسلام مهمان خانه های پر از لطف و محبت، گرما و صمیمیت شما هستیم. امیدوارم که همیشه صحتمند و سلامت باشید، از برکت ای ایام انشالله بهره مند شوید و امیدوارم که تا نهایت برنامه همراه ما باشید. کارشناس محترمی در استودیو حضور دارند، خانم دکتر حوریه بیانی در خدمت ایشان هستیم. سلام علیکم خانم دکتر، بسیار خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب و احترام و همینطور تبریک به مناسبت این عید بزرگ خدمت شما موجی خوب برنامه روشنا و همینطور همه عزیزانی که بیننده برنامه ما هستن. تشکر از شما خانم دکتر بیانی. اما بینندگان عزیز و محترم، در فرهنگ اسلامی همیشه زمان ویژگی خاصی داره. گاهی اوقات گفته میشه در فلان ساعت، در فلان وقت از شبانه روز، در فلان زمان فلان حرکت، فلان کار انجام بدین تا برکتی نصیب زندگیتان شود. اما شاید پر برکت ترین زمان سال برای انسانها در تمامی عصرها و دوره ها همین امروز و همین ایام زیبا و با سعادت و پر از برکت مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، که با این مبعث، با این اتفاق، با پیامبری که رخ داد، شاید به حق بتوان گفت که حق مطلب ادا شد و انسان گمگشته تاریخ مسیر خودش را پیدا کرد. خانم دکتر، همین رقم نیست. فکر میکنم فرهنگ اسلامی، در اکثر فرهنگ ها زمان بسیار مهم است، اما در فرهنگ اسلامی تأکید بسیار ویژه شده. بله، ببینید که علاوه بر زمان، مکان هم برای ما بسیار مهم است. بله، شما در روز چند بار به سمت مکه روی میگردانید و سعی میکنید که به مو طرف، به مو جهت باشید، یا ای که مکانهای زیارتی برای ما مهم هستند. محتوا هم برای ما مهم است، اینکه چه چیزی میخواهیم و مطلوب ما چه چیزی است به عنوان یک انسان، این هم بسیار مهم است. اما شاید مسئله مهمتر انسان باشه. زمانها برای ما بسیار مهم هستند، اینکه اربعین باشه یا یک روز عید باشه برای ما بسیار مهم است. در سنت ما هم همینطور هست که وقتی که به زیارت میریم تلاش میکنیم در یک وقت مناسب باشه. یعنی خب معنی خصوصیت و ویژگی خاصی. بله، ممکن است که چنین حالتی باشه و خب این هم برمیگرده به اینکه شاید زمانهای مختلفی در یا یک تایم و بازه زمانی خاصی در طول روز یا در طول سال میتنه که برای ما دارای اهمیت بیشتری قلمداد شود. در ادیان دیگه هم همینطور هست. شما وقتی به مسیحیت، یهودیت، حتی هندو، آیین هندو هم مراجعه میکنید و تمامی افرادی که به نحوی
به سمت معنویت گرایش دارن، شما چنین چیزی و چنین توجهی را میبینید. ای که حالا دقیقا آیا بر هم منطبق هستن یا نه گپ دیگر است، اما اهمیت داشتن ای یک امر واضح است. مکان هم مهم هست. شما وقتی که به سمت خانه خدا سیل میکنید، نگاه میکنید، حرکت شما به سمت خانه خدا هست، یعنی یک اولویت وجود داره. مساجد به همون معنا برای ما اولویت پیدا میکنه، یک نحوه قداست پیدا میکنه و همینطور محتوای خواسته و او چیزی که ما به عنوان یک انسان طلب داریم، مطلوب ماست، خواسته ماست، رؤیای ما یا هدف ما هست، هم همینطور در اسلام اهمیت داره. اما ما فکر میکنم اون چیزی که بیش از همه اهمیت داره اون فردی هست که قرار است در زمان مناسب، در مکان مناسب، محتوای مناسب را بفهمه، دریافت کنه و او را به عنوان یک کلید راه، یک چراغ راه برای زندگی آینده خود قرار بده. پس انسان است که قرار است از این فضایی که ما میگیم که محترم است یا مناسب است یا دارای اولویت است، باید که بتانه استفاده کنه. و این انسان است که قرار است تحت تعلیم فردی که در زمان خاص، در زمان مناسب مبعوث میشه قرار بگیرن. خب دکتر، ما به عنوان یک انسانی که سالهای سال بعد از اتفاق پیامبری، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زندگی میکنم، وقتی که شرایط به سطح ایشان را میبینم در یک جامعه بسیار بسته، یک جامعه بسیار متعصب، یک جامعه که شاید بشه گفت که قبل از او جامعه عربستان و حقیقتا در عصر جاهلیت بود و از لحاظ تکنیکی هم چیزی برای ارائه کردن نداشت، نه از لحاظ محتوا و نه از لحاظ تکنیک. در برابر امپراتوری های ایران و امپراتوری روم چیزی برای ارائه نداشت، ولی ناگهان فردی میاد تغییرات ایجاد میکنه که یک در نهایت یک امپراتوری عظیم اسلامی ایجاد میشه بعد از یک مدتی. ای از لحاظ ساختار ظاهریش که مثلا بگویم که امپراتوری اسلامی است، اما از لحاظ محتوایی هم یک دگرگونی عجیب در جامعه ایجاد میکنه که جامعه عرب جاهلی از جایی که دختران خود برخی از قبایل عرب زنده به گور میکردن به جایی میرسه که خودش میتونه در جهان پرچمدار فرهنگ و تمدن باشه. اگر ما به عنوان یک فرد بخوایم الگوگیری بکنم، الان هر کس تلاش خودم میخواد بکنه دیگه، ما در جامعه الان ما که شاید من نتونم بگم که با اندازه دوره عرب جاهلی است که انشاءالله قطعا این گونه نیست، ولی برخی اتفاقایی که میفته بسیار ناراحت کننده است. انسان احساس میکنه قطعا ما نیاز به تغییر و دگرگونی داریم. ما بخوایم تغییر و دگرگونی را ایجاد بکنم، به چه شیوه میتونیم این کار انجام بدیم؟ بله، ببینید ما با چه چیزی از یک انسان مواجه میشیم؟ با رفتارهای او. ببینیم که مثلا وقتی که انتخابگری میکنه بین الف و ب کدام انتخاب میکنه، یا یک تصمیم که میگیره، یک کار که انجام میده، چه چیزی تبعات او تصمیم است که ما با او مواجه میشیم و ما امیره میبینیم، یعنی رفتارهای یک فرد ما میبینیم. اما این رفتارها به لحاظ محتوایی اگر که دقت کنیم میبینیم که ناشی از یک چیز دیگر است. ما اون چیزی که فهم میکنیم از اتفاقی که در بعثت رخ داد این است که این رفتارهایی که انسانها میتونن که انجام بدن، یک عربی که شاید انتخاب او ای بود که دختر خود خورزنده به گور کنه، یک عربی که شاید رفتار او ای بود که افتخار میکرد به اینکه خونریزی میکنه، افتخار میکرد و بی سوادی شاید حتی افتخار میکرد، به اینکه جهل داره افتخار میکرد. اما عرب بعد 30 سال 40 سال که رد میشه رفتار او تغییر میکنه. بله، این رفتار احتمالاً باید به خاطر یک تغییرات درونی تر اتفاق بیفته که او تغییرات هم میگن که احتمالاً رفتارهای انسانها به خاطر است که نگرش‌های متفاوت میتونن داشته باشن و این نگرش‌ها هم بر پایه شناخت است، یک باور، یک شناخت و یک دریافت از حقیقت میتونه که در انسانها ایجاد شود، در اون نگرش ایجاد کنه
و باز بر اساس نگرشی که ایجاد میشه رفتار او تغییر کنه. پس اگر همونطور که شما گفتید از یک زندگی بدوی که در شبه جزیره عربستان است، انسان ها میتونن با یک فاصله شاید کوتاه 50 سال 60 سال یا نهایتا 100 سال تبدیل شوند به انسان هایی که به افرادی که به جامعه ای که رفتار اونها میتونه بدیل رفتار انسان های دیگه در رقیب باشن، بله. برای همونطور که گفتید امپراتوری ایران یا امپراتوری روم یا بقیه انسان هایی که در اون زمان بودن. پس تغییری در باورها، در شناختها و در نگرش های انسان ها احتمالاً ایجاد شدن. نگرش خانم دکتر با باور و شناخت تفاوت داره؟ بله، نگرش یک مقدار عام‌تر است، به این معنا که وقتی که ما یک باور داریم، این باور مبتنی بر یک شناخت است، این باور ممکن است همراه با عواطف و احساسات هم باشه، همراه با تجربیات زندگی ما و تجربیات زندگی گذشتگان ما هم باشه. مجموعه اینها در ما یک نگرش ایجاد میکنه. وقتی میگم نگرش یعنی یک جهتگیری کلی که بر اساس او تصمیم میگیریم. اما جهان بینی است خانم دکتر، نگاهی که بله، ما به دنیا میتونه به خودمان به دیگران بله، و به خدا داریم. بله، میتونه خانم دکتر تشکر از شما. یک میان برنامه رو ببینیم، باز بعد از او در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز محترم ما، بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان از خاک تا افلاک. سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‌های انسانی. زیباترین روز خلقت، تابیدن نور حق بر قلب، چراغ هدایت. محمد صلی الله علیه و آله به نام حق خواندن آغاز کرد و آفرینش یک پارچه در شور و شعف فرو رفت. امروز حضرت رسول گرامی سکان دین را در دست گرفته و فرمان رسالت محمد برای هدایت انسانها صادر شده. بعثت امید انسان به فردایی روشن است. بعثت نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی حد او بر زمینیان است. بعثت چراغ هدایت است، عید نجات بندگان از تاریکی جهالت. بعثت فصلی بهاری در پهنه قرون بود که خداوند محمد را همچون گلی زیبا بر دامان رسالت نهاد و زمین را با فروغ چهره این خورشید تابان کرد. آن شب عشق راهنمای محمد شد تا او راهنمای جهانیان باشد. آنگاه که خورشید از شرق حرا پرتو افکند و حضرت رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله دیگر آن فرد سابق نبود، با بار رسالت بر دوش به سوی عالمیان آمد. باید خبر رسالتت را به جهان ابلاغ کنی. ابرها با سایه های مهربانشان پا به پایت راهی شدند و زمین زیر پایت می دود تا هرچه زودتر تو را به مقصد رسانند. رسالتت مبارک ای پیامبر مهربانی ها. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد.
ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، و غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. بینندگان عزیز و محترم، خوش آمدید به ادامه برنامه خودتان، برنامه روشنا ویژه، برنامه روز مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. باز هم تبریک عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. این روزها و ایام بسیار پر از برکت را انشالله که ما و شما از برکت ایام بهرمند شویم. همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار، در خدمت شما است. بله، پس تغییر وقتی میخواییم که در رفتار انسانها ایجاد شوه، نمیتونیم بگوییم که توی کار انجام بده یا نه. باید یک تغییر بنیادی تر در او اتفاق بیفته که این تغییر بنیادی بتانه به مرور زمان باعث تغییر در رفتارها شوه. یعنی یک نحو از تغییری که خود فرد به صورت بله. مستقل بخوای که کار انجام بده بدونی که نیاز به باشه که من برش دکته کنم بگم بله. که انجام بده یا نه. بله، و خب قطعا امی تغییری که ما میگیم در ذهن یک نفر، در روان، در باورهای یک نفر و در نهایت در نگرش یک نفر وقتی که میخوای ایجاد شوه، این احتیاج به فرد، افراد یا عواملی داره که همین تغییر را بتانه که ایجاد کنه. من مثال خواهم دکتر در همین زمینه به ذهنم رسید، احساس میکنم منطبق است. در برخی از شهرهای افغانستان در سالهای گذشته ما شاهد بودیم که مکاتب بسیار زیادی ساخته شد برای بچه ها بله. و برای دخترها، به ویژه برای دخترها بله. هزینه های بسیار بسیار سنگین شد برای یک مکاتب ساخته شد، ولی در نهایت ما شاهد بودیم که فردی که در این جامعه زندگی میکنه، این مکتب برای دختر خودش ساخته شده، برای خواهر خودش ساخته شده، چون مخالفت داره با ادامه تحصیل دختران، میره اون مکتب را انفجار میده، میره او را نابود میکنه بله. حتی مکتب که بسیار باز جای تعجب نیست، در این جوامع حتی پلها را انتحار میدن بله. جاده ها را انتحار میدن که این دختر نتونه یک مسیر تا یک مسیر یک جای دیگه بره و درس خود ادامه بده. خب من به چشم خودم دیدم که چون نگرش ها، فکر ها تغییر نکرده بود بله. این تغییرهای ساختاری ساده که در واقع زیر ساخت های کشور، زیر ساخت های مادی کشور عوض شد، در نهایت منجر به این نشد که جامعه یک جامعه تحصیل بله، کرده شد بله. پس تغییر وقتی میدیم، ما نمیتونیم که رفتار به صورت اجباری و مکانیکی تغییر بدیم، باید بتونیم که در ذهن تغییر ایجاد کنیم. من یک تغییر به شما میگم که چطور میشه که با مبعث که در اون مفکوره برابری و برادری بله. بسیار مهم است، چی نحوه تغییر ایجاد میشه. ببینید، تا قبل از مبعث میفهمید که بردهداری یک رسمی بود که در بین اعراب، نه فقط اعراب، در کل دنیا وجود داشت. اما وقتی که اسلام آمد، وقتی که حضرت رسول آمد، گفت شما با هم برادرید، شما با هم برابرید، و به صورت تدریجی احکامی آورده شد که به مرور امو احکام به نفع آزادی انسان بود، به نفع ای بود که واقعا حقیقتا در امو وضعیت اجتماعی یک برده با یک انسان آزاد یکسان شوه، و از امو شرایطی که برای تربیت، برای رشد تمام انسانها حق اونها هست که بهرمند شوه، یک برده هم بهرمند شوه. به جایی میرسیم که در امو دوران، ببینید دوران بسیار طولانی نیست، 20 چند سال کل دوران پیامبری حضرت هست. در این دوران از پایین بودن یک برده، از پست بودن، درجه چندم بودن یک برده، به جایی میرسیم که ازدواج بین دو انسان، دو فردی که یک نفر او برده بوده، اتفاق میفته در بالاترین سطوح اجتماعی. یعنی دختری که او میتونه که ازدواج کنه با بسیاری از افرادی که شرایط اجتماعی بسیار خوبی را دارن، وقتی که خواستگاری پیدا میکنه یا خواستگار جرأت میکنه، یک نفری که برده بوده در گذشته جرأت میکنه که به خواستگاری او بره، و حضرت ازدواج تایید میکنن، میگن که برابری وجود داره. هر نفری که گفت که من مسلمان هستم، هر نفری که ابراز کرد این باور قلبی به وحدانیت خداوند را، در جرگه مسلمانان است. خب دکتر، یک
شرایط فرهنگی عجیبی در اون زمان حاکم بوده، چون همین الان هم مثلا در کشور خودمون هم که نگاه بکنیم شاید دقیقا این همین شرایط ایجاد شد و یک نفر که مسلمان است، انسان شریفی است، اخلاق مدار است، با خواستگاری دختر یک نفر مثلا منصبدار که میره میگه چون تو بچه غریب هستی من این را نمیپذیرم و خود دختر هم نمیپذیره چنین چیز را. و حتی 1400 سال، بیش از 1400 سال گذشته تفکرات ما نمیتونه او چیز را بپذیره که در او زمان برای مردم پذیرفته شده اون تغییری که اونجا شروع شد. این را ما به شما بگم که تغییری که اونجا شروع شد و به صورت یک شکوفایی، یک اتفاق خوشایندی که خصوصا برای زنان، برای بردگان، برای مستضعفین یک اتفاق خوشایند قلم داد میشد، امو اتفاق با امو اوجی که و با امو سرعتی که شروع به حرکت کرد تداوم پیدا نکرد. یعنی شما ببینید امی مفکوره، امی تغییر، امی تبدیل، همین تحول باید در تک تک ما اتفاق بیفته. ما و شما امیال هم مخاطب هستیم، امیال هم انگار انتظار میکشیم که پیامبر ما مبعوث شوند و تعالیم خود خود برای ما اعلام و ابراز کنند. ما درست است که با یک فاصله 1400 ساله به دنیا آمدیم، اما معنایش این نیست که پس بنابراین پیشتر هستیم. هر کدام ما جداگانه، یعنی ممکنه که واقعا ما دچار پسرفت شده باشیم. بله، ممکن است که چنین اتفاقی در ما رخ داده باشه. خصوصا دو عامل بسیار جدی، ترس و تعصب، جلوی تحول را میگیرن و میگه که اما چیزی که داشته ای که تا به حال با او زندگی کردیم بهترین داشته است. ما انسان از تغییر میترسه. بله، چون تغییر و تبدیل یعنی ورود به وضعیتی که در او ممکن است تو با زیر دست خود برابر باشی. ایره چطور میتونه بپذیری؟ تو باید منفعتی که به جامعه به دست میاد با یک نفری که در گذشته زیر دست تو بوده تقسیم کنی. تو باید که بانوان اگر که یک مرد هستی، اما طور که تو میتونی به مکتب به دانشگاه بروی، یک خانم یک زن هم تو نگاه تو به این بوده که او نمیفهمه، شاید که با او در یک کلاس در یک صنف باشی. پذیرش چنین وضعیتی چون منافع ما را تحت شعاع قرار میده و به خطر میاندازه بسیار بسیار سخت است. فکر میکنم خانم دکتر جزو شجاع‌ترین و شریف‌ترین افراد کسانی باشند که در مقام بالاتری هستند نسبت به دیگه افراد و میپذیرند بعد از مدتی که من با شما برابر هستم و این بالاتری یک بالاتری نادرستی بوده. و فکر میکنم که در زمان صدر اسلام، در زمان بعثت پیامبر، اما افرادی که ثروتمندان، ثروتمندان مکه و مدینه که پیوستن به اسلام، قدم های بسیار مهمی را برداشتن و حقیقتاً اول حق و انصاف که شجاع‌ترین افراد زمانه. بله، ببینید اما شما تصور کنید خودمان را اگر قرار باشه که یک منفعت ساده عادی مادی در زندگی به دست ما می آید. بله. اگر بخواییم اون رو تقسیم کنیم با نفری که تا قبل از این گمان می کردیم که حقی نداره، حقی نداره. امیال او هم دارای حق قلم داد شده. من در مسئله زنان خانم دکتر امیر خوب احساس میکنم. با یک نفر صحبت میکردم، کسایی که مفکورهای سنتی دارند که چرا شما باور داری که یک زن نمیتونه که تحصیل داشته باشه؟ بله. او اصلا یک زن نمیتونه که شغل داشته باشه، در جامعه حضور داشته باشه، مگر که زن انسان نیست. باور بفرمایید خانم دکتر، حتی در انسان بودن زن شک دارن، برایشون عجیب است چون مفکورشون به همین رقم شکل. بله. گرفته با تحصیل را حق میدونن، برای خود، برای مردان حق میدونن. من برایش میگفتم با تو پس در این فضای مجازی با دخترهای دیگه چرا گپ میزنی، صحبت میکنی؟ باز او را میگفت خب الان دخترک ها هستن، من با اینا گپ میزنم دیگه. اصلا عجیب، یک مفکوره های بسیار خورفته خانم دکتر بیانی، ولی وجود دارن، حضور دارن. چنین فردی نمیتونه بپذیره که خانم هم ادامه تحصیل داشته باشه، خانم هم یک انسان است مثل بقیه انسان. بله، پس ببینید چه اتفاقی رخ میده. یک نفر به پیامبری مبعوث میشه، یا ای که نه، حتی اگر که مذهبی هم به قضیه نگاه نکنیم، یک نفر میخواد که به عنوان اصلاحگر اجتماعی. بله. یک پیغام را برسانه.
چه میکنم؟ افرادی که باورهای نزدیک به هم دارن، اینها را شناخت نزدیک به هم دارن، درد مشترک دارن و گرد هم جمع میکنن. دعوت اولیه پیامبر دعوت اختصاصی است، دعوت فرد به فرد و چهره به چهره است. تو آیا دردی همو دردی که من احساس میکنم، آیا تو هم احساس میکنی؟ آیا تو هم نسبت به ظلم، نسبت به بی‌عدالتی که وجود داره، آیا تو هم یک درکی داری از این؟ و میبینیم که جمعیت زیادی از زیر دستان به گرد هم میآیند. به این میگن که نگرش ها را همسان میسازن. خب شاید که تغییر و تبدیلی هم باشد، تمام اونهایی که زیر دست بودن به یک درجه از شناخت و باور و اعتقاد نبودن، اما حضرت به اینها تعلیم میدن. خب دکتر، در همین زمینه ما وقتی که در مورد شرکت ها و گسترش شرکت ها انسان مطالعه میکنه یا میشنه، میبینه که ایره گروپ سازی یا تیم بله. سازی میگن یک تیمی بسازیم که فکرهای ما به هم نزدیک بله. است و بعد از اقدام بکنیم. خب دکتر، یک میان برنامه رو ببینیم. تشکر بینندگان عزیز و محترم، بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. هنگام سرور کائنات است امشب، اوقات گرفتن برات است امشب، بفرست مدام بر محمد صلوات، زیرا که بهار صلوات است امشب. از بعثت او جهان جوان شد، از بعثت او جهان جوان شد، گیتی چوب بهشت جاودان شد. این عید بر اهل دین مبارک، بر جمله مسلمین مبارک. بینندگان عزیز و محترم، ویژه برنامه روز عید مبعث را نگاه میکنید. باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. این عید و این ایام مبارک را همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه، خانم دکتر بیانی. خانم دکتر بیانی، در خدمت شما هستیم. بله، پس چیزی که اتفاق افتاد، واقعی که در 1400 سال پیش رخ داد، این بود که یک نفر آغازگر اصلاحات اجتماعی شد. یک نفر نسبت به اون چیزی را که مطلوب نمیدید و میخواست تغییر کنه، خود او آغازگر همی تغییر و تبدیل و تحول شد. ما در تعالیم دینی میگیم که حضرت انتخاب شدن، اما همی اتفاقی که رخ میده در قالب رفتارهای اجتماعی و علوم اجتماعی هم قابل بررسی است. چطور میشه که تغییر شروع میشه؟ چطور میشه که شبه جزیره عربستان تبدیل میشه به محلی برای علم آموزی؟ شما در سالهای بعد و بعدتر میبینید که افتخار و توجه به علم آموزی تبدیل به یکی از نکاتی میشه که مسلمان ها به او شناخته میشن. نگرش امی است که وقتی در این مدت زمان بسیار کوتاه بله بله. در شما وقتی که تغییر نگرش اتفاق میفته، یعنی رفتار شما مبتنی بر اون نگرش ها تغییر کرده. از طرف دیگر رفتار شما قابل پیش بینی میشه. اگر که ما باور داریم به این که تعالیمی که حضرت رسول آوردن، این تعالیم حق هستند، باز این تعالیم باور ما شده، عقیده ما شده، این تعالیم نگرش ما را ساخته، پس بنابراین رفتار که ما داریم با رفتار یک نفری که باورمند نیست باید متفاوت باشه. شما وقتی که به جامعه اسلامی وارد میشین، باید بتانید تشخیص بدید که چه چیزی ارزش است، چه چیزی اولویت است، چطور با شما رفتار میشه. و چنین چیزی اگر نبود، یعنی احتمالاً نگرش سازی در ما اتفاق نیفتاده و احتمالاً باور وجود نداره. و اگر چنین باشه، شما میبینید که در بعضی از مناطق، در بعضی از شرایطی که رخ میدن، تفاوت بین انتظار ما و بین رفتار مردم وجود داره. بله. ما انتظار داریم که یک مسلمان خیرخواه باشه. بله. چرا؟ چون تعلیم رسول است، چون تایید رسول است، چون امضای رسول است که حضرت
بارها و بارها به چنین چیزی حکم کردن، فرمان دادن و ما را تربیه کردن. برابری تعلیم رسول است. علم آموزی و توجه به او تعلیم رسول است. چنین چیز را ما نمیتونیم کتمان کنیم. در طول تاریخ اسلام وجود داشته، علمای بسیاری همی را تایید کردن. و باز اگر ببینیم که رفتار یک مسلمان متفاوت باشه، چون این را بسیار میپرسن، میگن شما میگید که اسلام چنین است، یایی که دین باید چنین باشه، یایی که تعالیم رسول، حضرت رسول چنین است. من همین رو مخواستم که ازشون پرسان کردیم. چطور میشه که وقتی به یک جامعه اسلامی میریم او رفتار وجود نداره؟ اگر نگرش سازی مبتنی بر باور ایجاد شده باشه، یعنی جهدهی کلی ذهن ما ایجاد شده باشه، یعنی ما به یک رابطه، به فهم رابطه درست بین خود ما و دنیا و همینطور خدا و مخلوقات دیگر رسیده باشم، در اون صورت رفتار ما باید قابل پیشبینی باشه. ما میفهمیم که اگر چنین باشه، یعنی اگر که شما دست کمک به سمت یک مسلمان دراز کنید، او باید دست شما را رد نکنه، باید به شما توجه کنه، باید در حتی ما میفهمیم که مفهوم به نام ایثار داریم، یعنی حتی بیش از توان عادی که یک انسان داره، تو باید به یک هم نوع خود، به یک مسلمان، به یک انسان دیگه خدمت کنی. خب دکتر، ما کشورهای دیگر را میبینیم، مثلا میگن که فلان کشور در ظرف کمتر از مثلا 40 سال بله. از فلان نقطه‌ای که بود بسیار رشد کرده فلان بله. فلان کشور دیگه در عرض 20 سال به رشد رسید. مثال میزنم کشور مالزی که کشور بله. مسلمان هم هست، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ ظاهری. ولی وقتی به کشور خودمان، کشور افغانستان که نگاه میکنیم، خانم دکتر، در برخی از جوامع افغانستان، در برخی از شهرها و قریات بله. افغانستان بعد از 20 سال که نگاه میکنی، بعد از 40 سال تو هیچ تغییری که نمیبینی. امی الان که نگاه میکنی احساس میکنی زمان به عقب برمیگرده، تو 700 800 1500 سال پیشه، تو قبل از دوران عرب جای دیگه نگاه میکنی. هم از لحاظ ظاهری، هم از لحاظ فرهنگی که وجود داره. خب چگونه تغییر را ایجاد کنیم؟ جامعه ما احساس میشه که جامعه پذیرا نیست. بله. خب گفتیم که عوامل مختلفی باعث میشه که ما نسبت به تغییر موضع گیری کنیم، مقاومت کنیم. یک عامل ترس بود، اما عامل جدی دیگه در کشور ما تعصب است. گمان میکنند که وقتی که ببینید حضرت رسول به او جامعه مبعوث شدند، دغدغه اونها هم دقیقا نمی بود، میگفتند تو میخوای ما را به دین پدرانمان کافر کنی. چه دغدغه، چی چیزی میگن که تعلیم تو حق است، تو را میشناسیم، میفهمیم که تو امانت داری، تو خیر خواهی، حرف تو حق است، اما نمیتونیم که از چیزی که در گذشته وجود داشته دست بکشیم، تعصب داریم. خب شاید وظیفه ما در حال حاضر همی باشه که همچنان که افرادی که در زمان حضرت رسول از تعصبی که مثل یک پیچک زندگی اونها را گرفته بودند و فرصت تنفس، فرصت رشد و تحول را نمی دادند، اونها تانستن دست بکشن، آیا ما نمی تانیم دست بکشیم؟ باز بسیار چیز شیرینی هم از خانم دکتر، تعصب، دست برداشتن از این چیز شیرین سخت، به خاطر یه به منفعت ما گره می خوره. بله بله، و نفع انسان هست. بله، چون به منفعت ما گره می خوره، چون ما سالهای سال، فرض کنید ما شما عالی 40 ساله میشیم، 50 ساله، 60 ساله میشیم، شاید 60 سال به خاطر امو مفکوره هایی که بر پایه تعصب است یک جایگاه اجتماعی شاید پیدا کرده باشیم، بزرگ محل و منطقه خود باشیم. اگر بگوییم در 60 سالگی که حرف ما اشتباه بوده، دیگه شاید امو مریدان خود خود از دست بدیم. و اگر یک انسان به چنین شجاعتی برسه، میتونیم بگیم که یک انسان آزاده است، که اگر به فهم یک اشتباه رسید او را کتمان نکنه و تداوم می اشتباه را، او ادامه دهنده می اشتباه امی رای بر خطا نباشه. پس چه اتفاقی رخ میده؟ حضرت مبعوث میشه، تعالیمی داره بر پایه هم باورهای اعتقادی مثل توحید، مثل اینکه در او زمانی که مشرکان در مدینه، در مکه و مدینه بسیار زیاد بودن، در او فضا به لحاظ باور، به لحاظ اعتقاداتی که مربوط به خداوند است اصلاح کاری می کنند، و همزمان اصلاحات اجتماعی که بر پایه تعلیم مثل برابری و برادری،
ایجاد یک فضایی که در او اخوت، برادری، همراهی، همگرایی بسیار مهم است، این فعالیتی را که در زمان حضرت رسول اتفاق میفته. و باز میبینیم که افرادی که شاید همچون جزیره های جدا از هم زندگی میکردن، هیچگاه همدیگر را نمیدیدن، بعد از 13 سال به مدینه که میرسن، مهاجر و انصار همچون برادران خونی همدیگر رفتار میکنن. خب دکتر، وقتی که ما از این فاصله دور 1400 ساله نگاه میکنیم، بسیار آسان به نظر میرسه، ولی احتمالاً بسیار بسیار دشوار. بله. خب این برمیگرده به این که رهبر این اتفاق و این تحول چه فردی هست. اگر که مردم به این باور رسیده باشند که خیرخواه ترین فرد است، صادق ترین فرد است، برای خود چیزی نمیخواد، اگر چنین باشه مردم همراهی میکنند. بله. چون تعلیمی که داده میشه، اما طور که بسیاری از علما تایید کردن، ما هم به این باور هستیم، او تعالیم بر اساس فطرت است. یعنی تمام ما به عنوان مخلوقاتی که روح خدا در ما دمیده شده، گرایش داریم به سمت این که انتخاب کنیم علم داشته باشیم، آگاه باشیم، به سمت این که یک حق برابر با دیگر انسانها داشته باشیم و در او فضا رشد کنیم. شاید ساده باشه ای که من دیگران را به خدمت خود بگیرم، اما آیا این چنین فضایی برای ما رشد ایجاد میکنه؟ یا ای که نه، تمام انسانها فرصت برابر برای برخورداری داشته باشند و ما در مقام رقابت، در مقام حضور تمام افرادی که رقیب ما شاید محسوب شوند، ما به عنوان یک انسان پیروز باشم. ببینید چقدر تفاوت وجود پیدا میکنه. بله. مثل این میمانه که یک نفر بقیه را محدود کنه و خود او در فضای اجتماعی یا در فضای سیاسی یا اقتصادی کار کنه و ادعا کنه که من بهترین فرد بودم. اگر مرد هستی، گپ خود در یک فضای آزاد بزن، ببین گپ تو خریدار داره یا نه. بله بله، دقیقاً. و اتفاقی که رخ داد در زمان حضرت رسول چنین چیزی بود. پس نگرش ها یا میتونیم بگیم باورهایی که در انسان ها وجود داشت، اینها به مرور و به تدریج باعث شد که نگرششان به زندگی تغییر کنه. اما عربی که به دنبال زن و شراب و مال و جنگ شاید که می بود، اما نفر وقتی که در زمینه تربیتی که حضرت رسول او را ایجاد می کنه قرار می گیره، تبدیل میشه به فردی که عاشق شهادت است، عاشق جهاد است، یا ای که نه، عاشق کمک کردن به دیگران است، خیرخواه است، از مال خود بارها میگذره، اموالی را جمع میکنه، در راه خدا خیرات میکنه. بله. و این تغییر و تبدیل رخ نمیده مگر اینکه شناخت ما تغییر کنه، مگر اینکه جهتگیری کلی ما که بر رفتار ما تاثیر میگذاره تغییر کنه. این تغییر و این اتفاق خوشایندی که در زندگی بشر رخ داد در 1400 و اندی سال پیش در مبعث حضرت رسول آغاز شد. و این اتفاق هم دکتر به این تغییر و تبدل همچنان بله. امکان وقوع بله. داره. فرایند است. بله. طور نیست که شروع شده باشه و پایان پذیرفته باشه. تا وقتی که انسان ها هستند، تا وقتی که مخاطبان این تحول حضور دارند در کره خاکی، امکان تغییر وجود دارند. بله. و ما امیدوار هستیم که ما نسبت به او چیزی که به عنوان پیشفرض های ذهنی ما هستند مقاومت نکنیم. اگر حرفی است که میفهمیم حق است، او را بپذیریم. بله، بسیار بسیار تشکر از شما خانم دکتر عزیز. باز هم تبریک میگم به شما این ایام بسیار با سعادت و مبارک را، و همچنان تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم که همراه ما بودید تا این لحظه. برنامه خودتان، برنامه روشنا را نگاه کردید از تلویزیون جهانی هادی. تبریک میگم، تبریک ویژه باز هم به مناسبت مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. انشالله عزیزان و بزرگواران از برکت این ایام ما و شما بهره مند شویم. با همراه کارشناس محترم برنامه از حضور شما مرخص می شویم. عزیزان و بزرگواران در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
محمد وعجل فرجه.